دوستان عزیزم، با درود خدمت شما عزیزان. من صحبا مطلبی هستم و همکاریم رو با گروه الجا افرو لاتین جاز الاینس از سال 2018 شروع کردم و اولین کنسرتمون به سرپرستی آرتور اوفریل در مرز بین مکزیک و آمریکا برگزار شد و به هدف صلح جهانی و اینکه بین کشورها مرزی وجود نداره، بنابراین بین دیوار مکزیک و آمریکا این کنسرت برای اولین بار برگزار شد. از اونجایی که هدف این گروه برقراری صلح و از بین بردن مرزهای بین کشورها بود، اومد و سعی کرد تمام سازهایی رو که میتونه در خودش بگنجونه که بتونه افرو لاتین جاز و در واقع تا حدودی میدل ایست میوزیک رو هم آورد، تونست سازهایی رو مثل تار و عود رو هم در این گروه جای بده که بدون از بین بردن اصالتهای فرهنگی و در واقع هنری اون ساز، اون ساز تار جایگاه خودش رو در این گروه پیدا کرده بود. این کنسرتی بود که در سال 2019 در سالن سیمفونی اسپیس نیویورک در واقع برگزار شد، ضبط شد. کنسرت یک ساعت و نیم دو ساعت بود، ولی 10 تا از ترک‌های اون انتخاب شد، برای گرمی فرستاده شد و در واقع نامزد جایزه گرمی شد. فرهنگ ما و هنر ما در ایران بسیار عمیق و غنی هست. من هیچ وقت فراموش نمی کنم موقعی که در روسیه در سن پترزبورگ در دانشگاه کورساکوف مشغول تحصیل بودم، پروفسور من استاد میناد ساکانیان گفتن اگر ما فرهنگ و موسیقی شما رو و این نغمات محلی زیبای شما رو داشتیم، باهاش دنیا رو فتح می‌کردیم و شما این کار رو نتونستیم بکنید به خاطر اون محدودیتایی که وجود داشته در ایران. بنابراین من کوچکترین کاری که توی این دوران دستم برمی اومده این بوده که همه صدای مردم کشورم و سرزمینم باشم، صدای زنان ایران باشم، صدای همکاران خانوم خودم باشم، دوستای عزیزم در ایران باشم و امیدوارم که این افتخار رو بتونم تقدیم کنم به تمام مردم کشورم. با قلبی شکسته واقعا میخوام بگم که تنها چیزی که الان برای من اهمیت داره اینه که این صدای ساز من، ناله ساز من، خراش ساز من و زخمه‌ای که بر روی تارم زدم تماما تقدیم میکنم به مادران و خواهرانی که عزیزاشون رو در واقع جلوی چشمشون از دست دادن. من میخوام که همدردی باشه این و اینکه این رو تقدیم میکنم به تمام مادران و خواهران عزیزی که داغدار هستند.